اگر آقای شرف بخوایم منطقی به اوضاع نگاه کنیم و بدون پیش داوری که حالا میتونه قهرمان جام ملت‌ها بشه، نه بخوایم واقعیت موجود رو تحلیل کنیم، برخی از مواردی که منتقدان آقای قطبی و کهکشان رو بیشتر کرده این روزها و از اون به عنوان دلایل افول فوتبال ایران اسم میبرن، این هاست که یکیش ناکامی در رسیدن به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، عدم موفقیت هر چهار تا تیم باشگاهی در مسابقات جام باشگاهی آسیا سال گذشته، ابقای سرمربی شکست خورده در تیم ملی، برگزاری بازی تدارکاتی نامناسب و نابهنگام و محرومیت نامتعارف بازیکنان و تیم ها در شروع لیگ و اجرای طرح منشور اخلاقی به وسیله سازمان لیگ. آقای شرفی، شما به عنوان کسی که در جام جهانی 1978 در لباس مربی به همراه حشمت مهاجرانی حضور داشتید، در برهه‌ای از دهه 60 هم سرمربی تیم ملی شدید و بعد از چند سال حضور در لیگ‌های کشور حوزه خلیج فارس و فوتبال آمریکا به ایران برگشتید، در لیگ برترم سرمربیگری کردید، چه پیشنهادی برای بهبود این اوضاع دارید؟ ببینید الان یه تفکری در جامعه ما جا افتاده که فوتبال ما، هنوز ما متوجه نشدیم ایراد از کجاست، که فوتبال ما شده فوتبال درجه دو آسیا. من هرگز اعتقاد ندارم که فوتبال ما فوتبال درجه دو آسیا است، بلکه مسئولین ما مسئولین درجه دو هستن. شما نگاه کنید به لیگ ما، بازیکنهای ما، ببینید که بیشتر اینها در کشورهای اروپایی دارن بازی میکنن. بعد بازی که مثلا همین نزدیکترین بازی، حالا اون بازی های چهار جانبه دوستانه رو دوباره صحبت نمی کنیم، این بازی سنگاپور شما نگاه کنید ببینید کدوم از این بازیکن ها در سطح بازیکن های لیگ برتر ما بودن، مال سنگاپور. و چقدر ما با سختی، با ترس لرز، من این بازی رو بلند شدم ساعت 3 بعد از شب توی سنوزه نگاه کردم، اصلا ما اعتماد به نفس نداشتیم که بتونیم سنگاپور رو ببریم. معمولا این اعتماد به نفس از کادر فنی میاد، از اون تیمی که بیرون نشسته میاد، اما متاسفانه اون کادر فنی ما که روی نیمکت نشستن در حد تیم ملی نیستن. شما ببینید یک دونه بازیکنهای خود ما در سطح باشگاهاشون ظاهر نشدن. معمولا تیم ملی جایی هستش که ویترین بازیکناست برای اینکه خودشون نمایش بدن در دنیا، توجه رو به خودشون جلب بکنن. یک دونه از این بازیکنهای ما در سطحی که در باشگاه بازی میکردن ظاهر نشدن. این من فکر میکنم بیشتریش این دیگه مربوط به اون کادر فنی مثل آقای قطبی میشه. آقای شرفی، ما 4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. شما صحبت های آقای دادکان مطمئنم شنیدید در برنامه 90 تلویزیون ایران. موافقید با حرفایی که ایشون زدن در ارتباط با پیشکسوتان که گفتن بی‌توجهی میشه به پیشکسوتان در فوتبال ایران؟ ببین شما، بازم الان میگم وقتتون کمه، الان یه اتفاقی افتاده واسه حجازی. من فکر میکنم که من دارم چهره خودم رو در چهره حجازی امروز میبینم. این بی‌تفاوتی هایی که میشه مثل که ماهی که از آب بگیرن شروع میکنه به مردن و الان اصلا توجهی ندارن. شما یه آدمی مثل آقای دادکان که یه فدراسیون موفقی داشت و یک انقلابی دو آتیشه که از زمان شاه همین ریشو داشت، در تیم ملی هم داشت، ببینید به کجا رسوندنش که الان که باید حد اکثر استفاده را ازش بکنن، راضی شده به این که بیاد کار پیشکسوتان رو در نظر بگیره. در تمام دنیا پیشکسوت ها رو حلوا حلوا میکنن، در کشور ما نشستن حلواشون رو بخورن، اصلا توجهی به این پیشکسوت ها ندارن. بعد مثلا آدمایی رو میارن که الان من بکراند آقای قطبی رو اینجا چک کردم، اینجا مربیگری داشته در بچهای 12 ساله که یه سری بچهای پولدار بودن که تابستونا میبردن کمپ میبردن برام. خب ایشون این خوشحالی که میکنه، ملت ما احمق که نیستن، اصلا من نمیدونم این چه جوری میپره، این جهشی که میکنه اصلا ورزشی نیست، اصلا فوتبالی نیست، به دو میدانی میخوره یا اصلا به هیچ ورزشی نمیخوره. خب این آدما باعث میشن که پیشکسوتای ما برن کنار. شما نگاه کنید به مربی های تیم ملی ما، ببینید کیا بودن، چه شخصیت هایی بودن، حالا به چه روزی افتاده. و این به این خاطری که رفتار کرداری که مسئولین ورزش کردن، پیشکسوتا رو از خودشون دور کردن و خیلی شادن، خوشحالن که ما بمیریم. اما اگر ما بمیریم، بچه هامون هستن، نواهامون هستن که این راه ما رو ادامه بدن، نواهای نواهای ما هستن که به وجود میان و پای عقیده وامیستن، یک روزی بالاخره اون حق خودشونو
از کسایی که بهشون ظلم میکنن میگیرم. دو تا سوال دارم من، دو دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم آقای شرفی. یکی اینکه آیا شما اعتقاد دارید که این پیشکسوتان فوتبال ایران توانایی پیشبرد فوتبال ایران رو همگام با فوتبال روز دنیا دارن؟ یک. و دوم اینکه در مورد علی دایی اگر نظری دارید و بازگشتش به فوتبال اگر محبت کنید در دو دقیقه بفرمایید. ببینید این سوال شما یه سوال کلیه، اصولا تو هر مملکتی پیشکسوت داره. خب الان اوزوبیا هنوز تو فوتبال نام پرتغال میاد، نمیدونم بکرماور میاد، نمیدونم مارادونا میاد، اینا یه سری پیشکسوتا هستن که وقتی فوتبالشون تموم میشه اصلا فوتبال میذارن کنار، هیچ توقعی هم ندارن اصلا تو فوتبال باشن. اما یه سری از پیشکسوتا هستن که با فوتبال زندگی میکنن، تنفس میکنن، میمیرن. خب باید به این پیشکسوتا اهمیت بدن، اینا سرمایه گذاری شده روشون، اینا در جامعه حرفشون اثر داره. متاسفانه در مملکت ما به فوتبال به پیشکسوت‌های ما اصلا ترتیب اثر نمیدن، توجه بهشون نمیکنن. من نمیدونم مثلا گناه من چیه که تو فوتبال ایران نیستم، شاید حرفای راست میزنم، دروغ نمیگم. خب بازم بیشتر میشه در مورد این مسئله صحبت کرد. اما در مورد مسئله سوال دوم شما، علی دایی یکی از بزرگترین فوتبالیست‌های ایرانه، یکی از کساییه که بارها باعث شده که پرچم مملکت ما رو برافراشته کنه، سرود ما رو بزنن. چه جوری میخوایم به همین سادگی درباره علی دایی ما صحبت بکنیم یا کنارش بذاریم یا بگیم تو فوتبال نباشه؟ درست باید ازش استفاده بکنن. باید علی دایی یه تیم مشاوره داشته باشه که از خودش بالاتر باشه، نه از خودش پایین‌تر. این بالاتر این پیشکسوت‌هایی هستن که تو فوتبال هستن و موجه هستن و در اجتماع مطرح هستن. خیلی ممنون، متشکرم آقای شرفی، متشکرم از اینکه با ما بودید در سن حوزه و از بینندگان عزیز. اگر سوالی در مورد این برنامه و کمیته فنی دارید میتونید به آدرس ایمیل ورزش@voenews.com ارسال کنید. خیلی ممنونم از اینکه با ما بودید.